سلام دوستان عزیز پیج آفرود بازی، دوستان طبیعتگرد، حرفه‌ای. یه چیزی امروز میخوام بهتون توضیح بدم، شاید براتون جالب باشه، شاید هم جالب نباشه. ببینید، توی سیستم آتیش زدن، حالا برای کمپایی که میرین یا برای حالا بوشکرافت ها نمیدونم یا هر چیز طبیعتگرد ها، یه چیزی الان مد شده یا قبلا بوده و الان دوباره به ظاهر یا نمیشه بهش بگی یه افه کاریه. بعد میخوام یه چیزی بهتون بگم. ببینید، توی انگلیس به این وسیله گفته میشه فایر استارتر. فایر استارتر میشه به هر چیزی گفت. فایر استارتر مثلا میشه به این بگیم که هر چیزی که آتیش رو روشن میکنه، حالا بنزین، چوبای خیلی خاص، مثلا همون ژلای آتیش زن است که حالا توی ایران به این وسیله‌ای گفته میشه که آتیش زن. آتیش زن‌هایی که الان ما موجود داریم، یه سریاش اورجینال هست و یه سریاشون فیک و فقط ظاهر داره، ظاهرش شبیه است. مثلا این همین برند سوئدی که الان دست منه، این یه برندیه که مطرح دنیاه، ولی خب توی خیلی جاها فیکش هم هستش، با قیمتهای خیلی پایین داره ارائه میشه. حالا فرق فیکش و اورجینالش چیه؟ ببینید، این فندکای بیک، خب که ما براتون مثال بزنم، فندک بیک روش نوشته شده آقا 3000 تا مثلا جرقه میزن. حالا این یه نوع چخماخه دیگه، یه نوع چخماخه اومده با یه فلزی که اینو راحت روشن کنه اینو ساخته. حالا یه سریاشون هستش که به این شکله، مثلا جنس روش چوبه، جنس دستهی که شما میگیرید و خوش دستیش هم خیلی مهمه، چون وقتی شما میخوای اینو بکشی به این روه باید برداشته بشه و حالت شروع استارت باشه که جرقه بزن. یکی اینه. مثلا یه سیاهش هم که تو بازار هست با قیمت خیلی پایین پلاستیکه، مثلا این حرفه‌ای ترینشه به این ابعاد، برند سوئدی، دوباره اومده یه چاقو هم براش طراحی کرده به این شکل که شما میتونید حتی از چاقوش استفاده کنید و هر موقع نخواستید میتونید به این حالت روی این آتیش بزنید. خب این مثلا 60000 تا جرقه براتون میزنه، یعنی شما 60000 بار میتونید با این استارتر آتیشتون باشید. این یه مدلش. یه مدلش هم اینه. این مدلش چه اتفاقی افتاده؟ اومده کار دست ترکه، اومده اینجاشو استخون زده و یه دونه چخمخ داشته داره که به این شکل، نگاه کنید جرقه هایی که میزنه خیلی مهمه اینا. خب نادا اینجا خونه است، نمیتونم بهتون واضح توضیح بدم، اینو حتما توی جنگل بهتون تستشو میگیرم و میذارم، چیزای جالبی. خب ببینید، هر شرکتی با طبق اون محصولی که داره اجرا مثلا تولید میکنه روی این چیزا، آتیش‌زن‌ها، اومده یه سایز بندی کرد. مثلا این سایز مدیوم، حتی سایز اسمالش هم هست، گیبر، مارک گیبر داره، کوچیکه. من الان در مغازه دارم، اینجا نه. مثلا این سایز دوباره مدیومشه. خب بزرگترین سایزش اینه که 2X large. 2X large محصول رو کلن اومده خاص‌تر کرد، چون اکثر کسایی که اینو میخرن دنبال اینن که فقط با این آتیش روشن کنن و توضیحات خیلی جالبی هم روش نوشته. چیز محصول خیلی راحت و یعنی اولین بار هر کی ببینه میتونه ازش استفاده کنه. حالا فایر استارتر، خب اکثرا اومده توی انگلیس یا نروژ یا سوئد، اومده مثلا برای اینا یه پک در نظر گرفته. پک نه این پکش دیگه، این پکش که اومده مثلا این چخماق گذاشته، مثلا یه سری چوبای خورد که حالت آغشته به مواد شیمیایی که سریع آتیش میگیره، یا خورده چوبا، یه پکت. حالا اون پکه هم براتون میارم، این دفعه ویدیو میگیرم، دوست داشتید ببینید ویدیوهای ما رو، همراه باشید با ما، مطمئن باشید براتون جالبه.
بعد اومده مثلا اون پکه رو گذاشته، یعنی شما میگه تو طبیعت دیگه نیازی نیست بری دنبال چیزی، فریزومت رو جمع میکنی، مثلا یه ذره خورده چوب میریزی و شروع میکنی استارت زدن برای اینکه اون آتیش رو روشن کنی. حالا خیلی هم میگن بابا این چیه، چیه چیز مسخره، خب کبریت هست، فندک هست، خب این هم یه لذت داره. شما وقتی که به گذشته خود انسان برمیگردید، گذشته انسان باعث میشه که خب خیلی چیزایی که قبلا تو طبیعت شما با دو تا سنگ چخماق آتیش روشن میکردن، حالا یواش یواش داره این برای مردم جذاب میشه و دوست دارن. خب مثلا خب این جذابیتی که اون موقع ببینه طرف چجوری میومده مثلا اون آتیش روشن میکرده، خب اینو ساخته، خب خیلی جواب. خب این اتفاق هم مثلا مثال میگم، شما مثلا اینو داری یا مثلا این میله رو داری، خب این چخماق رو داری، یه چاقو داری که تیغه فولادی داره، پشت چاقوت هم میتونی برای اون فلزه استفاده کنی، یعنی نمیخواد دوتا از اینا داشته باشی، خیلی راحت میتونی استفاده کنی. مثلا خیلی چیز جالبی دارن میسازن توی طبیعت گردی، داره هی به جایی که این پیشرفت داره میکنه و خیلی ها خب میگن ما طبیعت گردیم و میخوایم بریم آفرود یا میخوایم بریم هر چیزی. اون کسی که با آفرود میره یه چیزه، یه کسایی هم مثلا یه کوله برمیداره، یه دون از این برمیداره، چهار تا چیز کوچولو برمیداره، دوست داره بره بقا در طبیعت رو کنه. بقا در طبیعت داستانش خیلی متفاوته، بوشکرافت خیلی متفاوته. خب تو بقای طبیعت خب شما از مبتدی ترین چیزا استفاده میکنی برای زندگی تو طبیعتت، درسته؟ برخلافش مثلا خب یه سری بوشکرافت ها هستش، مثلا خب چاقو داره، تبر داره، نمیدونم مثلا آب با خودش میبره یا هر چیزی دیگه، خب کمتره. کسایی که آفرودر هستن و طبیعتگرد هستن، خب طرف کمپر داره، نمیدونم ماشین آفرودر تجهیز شده داره، اونا سیستمشون کلا فرق داره. ما چند تا رده طبیعتگردی داریم، طبیعتگردی های مختلفی داریم که لوازمش هم مختلفه. شما چادر مثلا بوشکرافتی رو نمیتونی بیادی با چادر آفرودی قیاس کنی، خب چادر بوشکرافت باید مثلا تارت باشه. خب همه اینا رو تو ویدیوهای بعدی براتون توضیح میدم به رسم شکل و احتمال خیلی زیاد اگه بتونم میبرم توی جنگل و تست میگیرم و بهتون معرفی میکنم اگه همراهی میکنید. ممنونتونم.